باغ بابر از باغ شاه تا باغ مردم. با من بشیر شجاعی از کانال بشیر توب همراه باشید. سلام خدمت شما دوستان، روز و شبتان بخیر با یکی دیگر از ویدیوهای کانال بشیر توب که لایف می باشد خدمت شما تقدیم. دوستان، از باغ بابر این ویدیو لایف گرفته شده توسط خود شخص بنده و تقدیم به دوستان و وطنداران عزیزم که دور از میهن، دور از وطن می باشند و مدت درازی باغ بابر یا وطن خودشان را ندیدند، تقدیم اسپیشل برای دوستان خارجی ما. خدا کنه مورد پسندتان قرار بگیرم. معلومات اندکی درباره باغ برتان ارائه میکنم دوستان. باغ بابر را ظهیرالدین محمد بابر از سال 1483 الا 1530 میلادی یکی از پادشاهان هند مغولی ساخته است. بابرشاه علاقه فراوانی به ساختن باغ و باغچه داشت. او در مدت پادشاهیش در افغانستان 7 باغ اعمار نمود، از آن جمله 4 باغ آن در کابل می باشد: باغ شرارا، باغ وفا، باغ استالف و باغ بابر. ظهیرالدین محمد بابر از سال 1483 میلادی در شهر ادیجان دره فرغانه یا ازبکستان امروزی تولد شد. بابرشاه در سال 1504 میلادی از زادگاهش رانده شد و به قسمت‌های شمالی کشور ما ساکن شد و سپس کابل را فتح نمود. او در مدت حکمرواییش در کابل کارهای زیادی برای آبادی کابل انجام داد. به طور نمونه می توان از احداث باغ‌ها نام برد. بابرشاه در سال 1526 میلادی به سوی هندوستان لشکرکشی نمود و تا زمان مرگ خیش آنجا ماند. وی در سال 1530 میلادی در شهر آگره هندوستان از دنیا رفت. بعد از 10 سال همایون پسرش جسدش را بنابر وصیتش در باغ بابر انتقال داد و از آن به بعد این باغ به نام باغ بابر مشهور شد. بابرشاه کتابی دارد به نام بابرنامه که در آن خاطرات و سرگذشت خیش را نقل کرده است. مساحت این باغ به 11 هکتار و یا 56 جریب می رسد. این باغ در منطقه گذرگاه موقعیت دارد. از طرف غرب به سرک چلستون و سرک دارلمان، از طرف شرق به کوی شیر دروازه و از طرف جنوب به منطقه چلستون متصل می باشد. این باغ تا زمان محمد نادرشاه، یعنی از سال 1883 تا 1933 میلادی، یک باغ سلطنتی بود. مردم عام اجازه نداشتند که از آن دیدن و یا در آن گردش کنند. بعد از حکومت نادرشاه دروازه این باغ برای عموم باز شد. مردم روزهای جمعه و رخصتی برای تفریح در باغ می آمدند. اکنون در این باغ برنامه های فرهنگی و هنری، نمایشگاه های عکس، خطاطی، نقاشی، صنایع دستی و کنسرت های موسیقی دایر می گردد. نهادهای داخلی و خارجی برنامه هایشان را نیز در قصر ملکه برگزار می کنند. حالا در قصر ملکه از اجواء ملکه خبری نیست، بلکه باندهای موسیقی، گروه های رقص، تکنو و تئاتر خیابانی در آن کارهایشان را به نمایش در می آورند. باغ بابر 3 بار بازسازی شده است. بار نخست در زمان عبدالرحمن خان، بار دوم در زمان محمد نادرشاه و بار سوم در زمان حکومت کرزی توسط بنیاد فرهنگی آقا خان. محمد زبیر 23 ساله یک تن از راهنماهای باغ می باشد. او مدت 5 ماه از آنجا کار می کند. زبیر می گوید که فعلا این باغ توسط مؤسسه حفظ و مراقبت باغ بابر و با همکاری کارمندان شهرداری کابل حفاظت و نگهداری می شود. باغ بابر در زمان جنگ ها به شدت آسیب دیده بود. در این باغ انواع درخت ها از قبیل درخت انگور، انار، زردالو، سیب، گوهی، ناک، شفتالو، سنجد و بادام وجود است. در باغ بابر گلها و گیاهان مختلفی نیز و چشم می خواند. در این باغ یک کاروانسرای، یک مسجد، قصر ملکه، یک ذخیره آب، یک
حوض آبازی، یک پاویلیون و یک محور مرکزی یا جویی که از وسط باغ کشیده شده است، رستوران و کانتین ها نیز می باشند. در کاروانسرای این باغ دکان های اطراف فروشی، صنایع دستی، صنایع چوبی قرار دارند و بازدید کننده های باغ از این دکان ها خرید می کنند. تیکت ورودی این باغ برای شهروندان داخلی تا قبل از سال 1398-20 افغانی بود. امروز که من لایف خودم رفتم تیکت 30 افغانی شده بود و برای شهروندان خارجی 250 افغانی می باشد. کنسرت های محلی در ایام تابستان برای فامیل ها بر روزهای چهارشنبه و برای جوانان بر روزهای پنجشنبه برگزار می شود. دوستان عزیز، قابل ذکر که روزهای چهارشنبه هر هفته مختص برای خانواده های کابلیان هستند و بقیه روزهای هفته برای جوانها یعنی مجردها هستند. در فصل بهار و تابستان این با آب و هوای خیلی خوب دارد. مقبره بابرشاه از سنگ مرمر سفید ساخته شده است. سر مقبره باز می باشد. و دوستا، یک چیزی که امروز من میخواستم داخل مقبره با کامره فیلم برداری میخواستم داخل فیلم بگیرم از داخل مقبره، منتها نگهبان داخل مقبره اجازه نداد، گفت از داخل فیلم برداری اجازه نیست، از دور و اطراف مقبره خود بابرشاه فیلم گرفتیم که درختان ارغوان بسیار مقبول دارند، اطراف آن پنجره ها بچشی میخورند، آفتاب کابل همان گونه که خودش وصیت کرده بود بر قبرش می‌تابد. درخت های ارغوان در چهار اطراف مقبره زیبایی توصیف ناشدنی را خلق کرده است. در کنار قبر بابرشاه مقبره پسرش میرزا هندا و نواساوش میرزا حکیم نیز مشاهده می شود. نسیم بعد از ظهری کابل و بوی ارغوان مقبره بابرشاه را نوازش می کند. دوستان، نظر شما در این مورد چی هست و نظریاتتان رو میخوام در کامنت بگذارین. اگر دوستان شما از شهر کابل، هر جای کابل که شما برای شما خاطره هست و مدت طولانی از دیدنی های کابل دور هستین، در کامنت برام بگذارین. من برای دوستا و وطنداران عزیزم فیلم لایف از هر نقطه‌ای که شما بگوین براتون تهیه میکنم، ویدیو میسازم و در کانال میگذارم تا شما از او دیدن کنید. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما، کانال بشیر تیوب را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای دیگر